سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم کارتون خوب باشه. امروز برای شما نشان میدیم که شما چطور به جیمیلتون دسترسی داشته باشید و اینکه چطور بتونید استفاده بکنید. زمانی که شما لاگین میشید در اکانتتون، همچنین آیکون های شما مشاهده میکنید یا همچنین آیکون های میبینید. یکی از آیکون ها جیمیل فور استیدنت هست، یعنی جیمیل برای شاگرد هست. که شما بخواید دسترسی داشته باشید به جیمیلتان یا اینکه بخواید چک بکنید که ایمیلی برای شما آمده یا نه، تنها کافی است که سرش یک کلیک میکنید. چند ثانیه طول میکشه. بله، جیمیل شما هست که شما میتونید وارد بشید. راهی بعدیش چی هست؟ که شما یک تاب یا یک براوزر دیگر باز میکنید. از زمانی که شما معمولا از آیکونایی که قبلا استفاده کرده باشید، اتومات آیکونش سیو میشه در اینجا. فقط تنها سر جیمیل کلیک میکنید، مستقیم شما را در داخل جیمیلتون میبره که راه دومش هست. راه های متعددی هست، یعنی راه های زیادی هست که شما میخواید وارد بشید. راه بعدش چی هست که شما میخواید وارد بشید؟ وقتی که شما یک براوزر باز میکنید، در قسمت سمت راست یک چند نقطه میبینید، سر از کلیک میکنید. برای شما تمام آیکون هایی که شما همراه گوگل کار کردید برای شما نشان میده که یک از آیکون ها جیمیل هست که شما میخواید به جیمیلتون دسترسی داشته باشید. فقط سرش کلیک میکنید، شما رو مستقیم به داخل جیمیلتون میبره. خب سرش کلیک نمیکنیم به خاطر که ما فعلا داخل جیمیل خودمون هستیم. خب آیکون هایی که بسیار مهم هست در جیمیلتون چه آیکون های مهمی هستن؟ وقتی که شما جیمیلتون رو باز کردید، همچین نمایش یا نمایی برای شما نمایش داده میشه. اگر شما میخواید کدام ایمیل رو جستجو بکنید، عاجل کار دارید، از سایتتون آمده یا عنوان ایمیل میدانید که چی هست، بهترین راهش هست که فقط در قسمت بالا کلیک میکنید. هر استاد هر چیزی که شما کار داشته باشید فقط نامش رو تایپ میکنید یا عنوان ایمیلتون در این قسمت بسیار سریع برای شما پیدا میکنه ایمیل. یک راه بسیار ساده و خوبی هست که شما نیاز دارید. تمام ایمیل هایی که برای شما آمده در این قسمت دسته بنده شده به ترتیب از تاریخ ساعت ها و تاریخش که برای شما کدام ایمیل آمده در این قسمت شما میتونید ببینید و عنوان ایمیل هایتون کس کدام مستاد آمده. خب این باکس مهم است، گفتم براتون تمام ایمیل هاتون در این باکس میایم. و اگر ایمیل هایی که شما روان کرده باشید در قسمت سند آیتم هستن. بله، تمام ایمیل هایی که شما روان کردید در قسمت سند آیتم هست که شما میتونید دوباره به او دسترسی داشته باشید. آیکون بعدی چی هست؟ آیکون درافت هست. آیکون درافت چی هست؟ یعنی ایمیل هایی که شما آماده کردید، خواستید که روان بکنید و به هر صورت تکمیل نکردید، یا ای که هنوز بعضی محتویاتش یا مطالبش ناتمام هستن، شما فقط برای کلیک کردید که بسته شد، یعنی اتومات به عنوان درافت یا به عنوان یک پیشنویس برای شما اینجا ذخیره میشه داخل قسمت درافت ها. این سن نشده، یعنی فرستاده نشده، شما میتونید پس دوباره سرش کار بکنید، دوباره روان بکنید به مو استاد یا استاد دیگه ایتان که در داخل درافتتان هسته. یا آیکون مهم هسته. بعد از او اسپم یا ایتون باشه که وقتی که استاد برای شما ایمیل میایه یا کسی برای شما ایمیل روان میکنه، اگر داخل این باکس شما نبود داخل اسپمتون رو چک بکنه، چرا که بعضی ایمیل ها داخل اسپمتون میایه که شما داخل اسپمتون همیشه مدام چک بکنید، مطمئن بشید که در اسپمتون کدام ایمیلی نیست. و آیکون بعدی ترش هست. یعنی چی؟ یعنی تمام ایمیل هایی که شما قبلا دریافت کردید و شما خواندید یا ضرورت ندارید که داخل این باکس تان باشه، یا به هر صورت دیگه خواسته وارد دیلیت بکنید، یعنی پاک بکنید، مستقیم داخل ترش تان میره. یعنی وقتی که از این باکس شما دیلیت میکنید داخل ترش تان میره. و چطور از داخل ترش تان بخواید دیلیت بکنید؟ فقط کافی است که انتخاب میکنید در این قسمت دوباره سر دیلیت، در این قسمت سر دیلیت دوباره کلیک میکنید که مستقیم این پاک میشه از ترشتون. خب ما فعلا پاک نمی کنیم داخل ترشتون، این هم مهم است. خب پس داخل این باکس میریم. چطور شما بخواید یک ایمیل روان کنید به دوستتون، همسنفیتون یا به استادتون؟ چطور روان میکنید؟ خب در این قسمت یک
گزینه میبینید به عنوان کمپوس، یعنی ایجاد یعنی کمپوس یعنی ایجاد. میخواید یک ایمیل جدید میخواید درست بکنید یا برای کسی روان کنید، فقط سرش یک کلیک میکنید، یک پنجره دیگه باز میشه برایتان. تو یعنی چی؟ یعنی شما به چه شخصی میخواید روان کنید، یعنی نام استادتان، نام همسنفیتان یا اما ایمیل آدرسی که شما دارید در این قسمت تایپ میکنید. سابجکت چی هست؟ یعنی عنوان ایمیل شما میخواید روان بکنید برای سابجکت یا موضوعش چی باشه. خوب هست که تمام ایمیل هایی که شما روان میکنید یک عنوان انتخاب بکنید که شخص گیرنده یا استادتان میخواید دریافت بکنه، به عنوانش برش اولین چیزی که میبینه عنوانش هست از شما و بسیار به سادگی میفهمه که منظور شما چیه. به طور مثال ما یک استاد میخوایم روان میکنیم، یک ایمیل تایپ میکنیم. به طور مثال ما یک از استاد میخوایم یک ایمیل روان میکنیم، برای ما لینک زوم روان کرد ولی متاسفانه ما دریافت نکردم، دوباره پس میخوایم که سوال بکنم لینک زوم برای ما روان کنه. بله یک عنوان ما انتخاب کردیم. به طور مثال گفتم سلام استاد، ما ایمیل شما را دریافت نکردم، لطفا میشه که دوباره مو لینک برای ما روان میکنید؟ تشکر. و اگر بخوایم کنم عکس یا کدام داکیومنت یا اسناد بخوام همراهش روان کنم، در قسمت اتچ فایل سرش کلیک میکنم، اون عکس یا اون تمام چیزی که میخوام روان کنم همراهش ضمیمه یا شامل میکنم. در غیر از اگر بخوام تنها روان کنم فقط سر سند کلیک میکنم، ایو اتومات به استاد من میره. این طریقه فرستادن ایمیل هست که شما میخواید چطور به استادتان ایمیل بفرستید. من نمیخوام روان بکنم، فقط خواستم برای شما نشان بدم. امیدوار هستم که امروز فهمیده باشید که شما چطور همراه جیمیلتان کار بکنید.